آدمهای قربانیان حضور دارند و شماری از مقامات بلندپایه آمریکا هم حضور دارند. سرگرم دیداری از این مدرسه در فلوریدا بود. جناده ها رئیس دفترش و عزمت در گوشش بود جناده رئیس دو بود به آمریکا هم نشده همه ها به برج‌های تجارت جهانی ملاوری شهرمان آمریکایی و سراسر جهان سر و به طبقهی مدتی کوتاه پس از مشابه قوات ماهر فرو ریختند و خبر مردم سراسیمه که نمیدانستند چه اتفاقی افتاده آلهوز مزده و ضربا و هواپیماهای مسافر در این راه اصطلاحی علیه شهروندان آمریکا سه هزار کشته و شش هزار نفر زخمی بزرگترین حمله خاک آمریکا در تاریخ این کشور سازمانهای امنیتی به مدت هفت ساعت هواپیمای رئیس جمهور اجازه بازگشت به واشنگتن ندادند و با احضار جورج بوش هواپیمایش با اسکورت چند جنگنده به پایتخت بازگشت روز همان روز تیم کاخ سفید سرگرم نوشتن پیشنویس متن سخنرانی رئیس جمهور شدند متنی که بر سر محتوایش میان بوش و کاندولیزا رایس مشاور امنیت ملی‌اش مشاجره برقرار افتاد بر سر جمله‌ای که رایس میخواست حل شود اما بوش قبول نکرد این جمله تاریخ ساز که نظامی افغانستان انجامید ما هیچ تفاوتی بین تروریست هایی که این حملات رو انجام دادن و کسانی که با اونها پناه میرن قائل نخواهیم شد پیام روشن به حکومت طالبان که به القاعده پناه داده بود چهار هفته پس از سخنرانی جورج بوش ارتش آمریکا بر عملیات موسوم به آزادی بلندمدت به افغانستان حمله کرد نبردی که به طولانی‌ترین جنگ تاریخ آمریکا تبدیل شد و دست کم یک تریلیون دلار هزینه در من داشت اما پس درزه های ۱۹ سپتامبر به خارج از مرزها محدود نماند یک سال بعد دولت آمریکا نهادی بلند وزارت امنیت ملی تأسیس کرد نهادی که در صورت لزوم خصوصی‌ترین گوشه های زندگی شهروندان را زیر نظر می‌گیرد ریز شروع، کنترل ایمیل و رهگیری فیزیکی اشخاص از طریق مکانیابی اینترنتی اطورید که حالا حفظ توازن بین تأمین امنیت ملی و حریر خصوصی شهروندان به محل نگرانی تبدیل شده حملات تروریستی 11 سپتامبر همچنان خطرهای هوایی را نیست در
همیشه متحقق کرد. با اقداماتی از جمله نصب دسته های اسکن در فرودگاه ها و موقعیت همه لوازم خطرناک، تقییم کابین خلبان، کاروسر و دیگی از رفوز تروریست ها. همچنین سازمان های امنیتی کنترل مشخصات مسافران را از سطح شرکت ها و هواپیماهایی گرفتند. اما این اقدامات نیز کافی نبود. دو سال پس از حمله به افغانستان، دولت جورج بوش مفهوم جنگ علیه تروریسم را با جنگهای پیشبیانه نیز مستمر شد. تقییم که به حمله به عراق و ثابت کردن رژیم صدام حسین انجامید. حالا آمریکا همزمان در دو جبهه میجنگید. و بالاخره پس از 9 سال جستجوی مداوم برای شکار این مرد، آمریکا معمار حملات 11 سپتامبر را در این خانه در پاکستان می‌آورد. من به مردم آمریکا و سراسر جهان اعلام می‌کنم که ایالات متحده عملیاتی انجام داده که منجر به کشته شدن اسامه بن لادن رهبر القاعده شده، شخصی که مسئول قتل هزاران می‌دونم. ویژه کماندوهای امریکایی شبانه و قصده در گروه کوتاه اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده را در مخفیگاهش کشتند و بعد از مدت تفاهم خودش را به دریا انداختند. همزمان طولانی شدن جنگ در عراق و افغانستان و ادامه تلفات انسانی نیروها و اصلاح اندوی جنگهای کلاسیک را به سمت دستات سنگری و عملیات هوایی سوق داد. حالا پس از اعلان پایان جنگ 20 ساله در افغانستان، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا میگوید کشورش با استفاده از عملیات‌های تجسسی و حملات تهدیدی به جنگ با تروریسم ادامه میدهد. اما مشکل اینجاست که طالبان که در زمان حملات 11 سپتامبر